اما وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 جدی سال 1401 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 جنوری سال 2023 میلادی. در نخواست سرخط مهمترین خبرها. نتیجه تلاش حکومت افغانستان از بند رها گردیدند. آزادی 300 زندانی افغان از بند در زندانهای پاکستان. وارد شدن افغانستان به یک بحران تازه. تلاش های پوزل برای برداشتن محدودیت ها بر زنان افغان ادامه دارد. و کشته شدن 35 تن در نتیجه یک رویداد ترافیکی در چین. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. صدها زندانی افغان در نتیجه تلاش حکومت افغان از زندانهای پاکستان رها گردیدند. این زندانیان که از چند ماه گذشته در ایالت‌های سند و کراچی زندانی شده بودند، 300 تن آنان از بند رها گردیدند. سخنگوی وزارت مهاجرین میگوید که در چند روز آینده زندانی‌های دیگر نیز از بند رها می‌گردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، با این امر در مورد رهایی زندانیان افغان گفته است که آنان این اقدام حکومت پاکستان را می ستایند و خواهان روابط نیک با این کشور است. صدها زندانی افغان از زندانهای پاکستان رها گردیدند. مسئولین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفتند که این زندانیان افغان شب گذشته آزاد شدند و در ظرف چند روز آینده 200 زندانی دیگر نیز از بند رها خواهند شد. منګا پاکستان کې په دې وروستیو کې چې نیول شوی وو نو تقریبا دیر لسو نه تر 1500 پورې مهاجر بندیان موږ لرل چې لله الحمد افغانستان اسلامي امارت په هلو ځلو باندې په ځانګړي ډول د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت په هڅو باندې بیګا د هغوی له جملې څخه څه د پاسه 300 کسان رازاد شول. هغوی ته ترانسپورت ونیول شو او هغوی افغانستان ته راغلل. پنن یا سبا ورځ کې به د څه د پاسه 200 تعداد کې نور افغانان هم آزاد شي چې هغوی به هم افغانستان ته راولیږل شي. حقانی در پیوند به کمک امریکا در مورد مهاجرین افغان با کشور پاکستان از کشورها و نهادهای جهانی خواست که کمک ها در پیوند به مهاجرین افغان در کشورهای همسایه را به امارت اسلامی بدهند. نو زموږ غوښتنه دا ده د نړۍ هر هیواد د په رښتیا سره د افغانانو سره مرسته کوي او دا مرسته بشري مرسته وي، سیاسي مرسته نه وي، نو هغه باید د افغانستان اسلامي امارت له لارې وشي، د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت له لارې وشي، تر څو دغه مرسته په شفاف ډول باندې او په ښه طریقې سره تر مستحقو ورسیږي او بیا د دې حساب ورکول هم په شفاف ډول باندې ترسره شي. امریکا برای فراهم سازی سهولت ها و حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان در سال 2022 گذشته با این کشور 60 میلیون دلار کمک نمود، اما روی وضعیت مهاجرین مقیم در پاکستان تأثیر رونما نگردید و بسیار از افغان ها در این کشور با وضعیت بد روبرواند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در یک تویت از حکومت پاکستان خواست تا متحد به اصل همسایه‌داری باشد و بعد از این افغان ها را زندانی نسازد. اینکه طرف پاکستان با تلاش‌های مسئولین زیربط امارات اسلامی زندانیان افغان را آزاد کرد، ما آن را می‌ستاییم و اقدام نیک و مثبت می‌دانیم. از کشور برادر پاکستان می‌خواهیم که پس از این برادران افغان خود را زندانی ننماید تا خدا نخواسته سبب فاصله و نفرت میان امارات‌های هر دو کشور نگردد. شماری از مهاجرین افغان مقیم در پاکستان میگویند که با بسیاری از مشکلات و چالش ها روبروند و از حکومت پاکستان میخواهند تا با مهاجرین افغان از رفتار درست و پسندیده کار گیرد. حقیقتا علت اصلی زندانی کردن مهاجرین در پاکستان به نداشتن اسناد قانونی معتبر برمیگردد که در این زمینه خواهان هرچه سریعتر آزاد شدن این مهاجرین هستیم، چرا که بر اساس کنوانسیون های بین المللی هیچ کشوری حق برخورد غیر انسانی با مهاجرین را ندارد. مسئولین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که در حال حاضر نوز هم در حدود 1200 افغانی که در میان آن زنان و کودکان نیز شاملند، به دلیل نداشتن اسناد قانونی در زندانهای پاکستان زندانیان. و آنان تلاش میورزند که علاوه از پاکستان، افغانهای زندانی در ایران نیز از بندرها و حقوق آنان تامین گردد. تلاش های نماینده خاص معاون
سازمان ملل برای برداشتن محدودیت های کاری و تحصیلی دختران در افغانستان دوام دارد. مارکس پوزل پس از دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز با سرپرست وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر در مورد موضوع کار و تحصیل زنان گفتگو نموده است. پوزل روز قبل گفته بود که افغانستان وارد مرحله تازه از بحران می شود و حاکمان کنونی باید برای بیرون رفت و کنترل این وضعیت روی تصامیم خود تجدید نظر نمایند. نماینده خاص معاون سازمان ملل برای افغانستان سرگرم گفتگو با مقامات بلندپایه امارت اسلامی در کابل است. در این دیدارها در مورد تصامیم اخیر امارت گفتگو شده و تلاش صورت می‌گیرد که چگونه محدودیت‌های کاری و تحصیلی زنان برداشته شود. یوناما در یک اعلامیه گفته است که افغانستان وارد مرحله تازه از بحران می‌شود و محدودیت‌های اعمال شده بر کار و تحصیل زنان تمام افغان‌ها را متاثر خواهند کرد. افغانستان وارد یک بحران تازه می شود و ممنوعیت بر کار و تحصیل زنان افغانها را متاثر ساخته است. مقامات حاکم به زودترین فرصت فیصله محدودیت بر کار و مکاتب را واپس گیرند. مونگ در شریعت پرانا که در افغانستان طول و گرو حقوق تجمنیو او مونگ طول نری سر تحصیلی دگر که خط عمل غارو او پنریوالو داغه که چه کمی غختنی چه هغه شریعت سر پتکر که وی هغه دی هیڅ کله زموږ څخه نه کوي. دیدارهای پوتزل هنوز خاتمه نیافته است و پس از ملاقات با سرپرست وزارت تحصیلات با وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر نیز روی وضعیت روان صحبت کرده و محدودیت‌های اخیر بر زنان را تعبیض آمیز خوانده و در ضمن خواهان برداشتن آن شده است. حس می شود که برخی از مقامات حکومت هم روی تصامیم اخیر خرسندی ندارند. فاروق اعظم مشاور وزارت انرژی و آب در یک پیام صوتی به محدودیت‌های پسین واکنش نشان داده است. مشتنریوالو سر تعامل ته دومره اهمیت هم نه ورکوو چې یو معقوله فعاله سیاسي پالیسي ورته جوړه کړو، بلکې په سترګو یې ګوتې هم ورچخو چې لاس یې خلاص. موږ پوهیږو چې نړیوال د ښځو د تعلیم او کار د موضوع سره ډېر حساس دي، په دې ښه پوهیږو، خو قصدا د دې دپاره چې د هغوی حساسیت راوپارو خپلو لوڼو ته د تعلیم فرض حق په هغه شکل هم نه ورکوو کوم چې موږ یې غواړو. کارشناسان دوام وضعیت و حالت کنونی را برای افغانستان زیانبار می‌خوانند و تاکید دارند که مقامات باید به نیازمندی‌ها و درخواست‌ها توجه داشته باشد. دی حکومت مسئولیت هم داده چې خلکو ته چوپړتیا وړاندې کی، هغه که تحصیلی وي که زده کړې وي او که نورې برخې وي، نو په دې اساس باندې دی ولس غوښتنه هم همداده چې د نجونو زده کړو موضوع زر تر زره حل شي او همدارنګه د کار موضوع د شریعت په چوکاټ کې مونږ غواړو چې حل شي. نو مهمه خبره دا ده چې نور ملګرو ملتو ته او همدارنګه نور بنسټونو ته دا بهانه په لاس ور نشي چې دوی په مونږ باندې بار بار د فشارونو هغه آپشنونه کاروي. تصمیم اخیر امارت اسلامی مبنی بر نرفتن زنان به کار در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان نگرانی های ادارات کمک کننده را برانگیخته و در واکنش به این تصمیم ده ها مؤسسه کمک رسان فعالیت های خود را در افغانستان متوقف نموده و در کنار آن تعداد از ادارات دیگر نیز از توقف کار و فعالیت در کشور هشدار دادند. وزیر تحصیلات در واکنش به محدودیت تحصیل دختران گفته که متأهل به تمام حقوق اتباع در پرتو شریعت است و از جهان خواسته که از خواسته های ضد اسلام پرهیز نماید. ایران و پاکستان حق ندارند که در مورد چگونگی حکومت برای افغانستان نسخه ای را ارائه نمایند. آگاهان امور اظهارات اخیر مقامات ایران و پاکستان را خلاف قوانین جهانی می دانند و آن را مداخله آشکار در امورات افغانستان عنوان می کنند. وزرای خارجه ایران و پاکستان به تازگی تایی یک تماس تلفنی در مورد تحصیل و تعلیم دختران افغان نگرانی ابراز نمودند و روی ایجاد حکومت همشمول نیز تاکید کردند. اظهارات اخیر مقامات ایران و پاکستان مبنی بر ایجاد حکومت همشمول مداخله در امورات افغانستان خوانده می شود. آگاهان امور می گویند که دو کشور همسایه نباید در مورد چگونگی ساختار حکومت افغانستان نسخه ابراز نمایند. آنان اضافه می کنند ضمن اینکه بدیل نظام کنونی موجود نیست، اگر تشکیل حکومت تغییر می کند، پس مسئله داخلی افغانستان است و تمام تصمیمات را ملت افغان اتخاذ می کند. برای این دو کشور توصیه می شود که به جای مداخله در امورات داخلی افغانستان روی مشکلات سیاسی، اقتصادی و داخلی خودشان کار نمایند و مردم خود را از این چالش ها نجات دهند. پاکستان او ایران حق نلری چه یوازاد او خپلواک ملک ته
د ټول شموله نظام نسخه ورکړي. ټول شموله نظام د افغانانو او د افغانستان د ملت کار دی. اوسنی نظام د افغانستان اسلامي امارت هیڅ الټرنیټیو او بدیل نه لري. په حکومت کې تغییرات راوستل یا ملي اجماع مطرح کول دا د افغانانو داخلي موضوع دی. غوره دا چې پاکستان د خپلو اقتصادي او امنیتي مسایلو ته مراجعه وکړي او ایران دې د ایران د خلکو د ځپلو ټکولو لړۍ ته د پای ټکی کیږدي. تهران و اسلام آباد روی سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان متهمند و به خاطر منافع خود در شرایط مختلف در امورات افغانستان مداخله کردند. اظهارات بلال بوتو زرداری و امیر عبدالحیان مبنی بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان خلاف قوانین بین المللی خوانده می شود. ایران و پاکستان همیشه در افغانستان پر بندی لدو مخی منافقانه سیاستون اصلاح کار خیسته بود. همیشه در افغانستان پر کورانه مسائل که لاسوهنه کردی در حکیل پاتشی و دیزان پر گرده بانی در افغانستان هر استونز و هر فرصت استعمال کرده. پدی رستوی که ایران سره دی دیسی کردنان لگن و مشکلات سره مخ ده و کلی هم همشمول یا طولگرون حکومت ندرلو در پاکستان همچنان در دیر غط اقتصادی و امنیتی ستونز و مشکلات سره مخ ده. ولی بیا هم دوی در افغانستان پاره بانی بحثونه که خپل تگلار یا پالیسی در افغانستان پاره بانی هم غگی که یا پلویه که در افغانستان مداخلی تا در افغانستان ورانی تا لاسونه بردوی. دا نیوازی در نریوال و قوانون خلاف یا عمل ده بلکه در یو خگواندی در توجیه کولو یا ترسیمولو تصویر هم نولانده که. وزرای خارجه ایران و پاکستان روی محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان افغان نیز نگرانی ابراز کردند، اما آگاهان این نگرانی‌ها را بهانه برای مداخله در افغانستان می‌خوانند. ناظرین می‌گویند که هر دو کشور همسایه برای هیچ گونه حقوق زنان متعهد نیستند و زنان در پاکستان از لحاظ مذهبی و در ایران نیز به لحاظ جنسیتی با خشونت روبرو هستند. پاکستان و ایران خو په خپل هغه هیوادونه دي چې دی د ښځو په حقوق ته احترام نه لري. همدا اوس تاسو وګورئ په ایران کې د ښځو په وړاندې څه تاوتریخوالی روان دی، او په خپله په پاکستان کې هم د ښځو په وړاندې مذهبي او نور تاوتریخوالی وجود لري. خو دوی په یو ډول سره غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې بانی جوړې کړي او دلته پلمې جوړې کړي تر څو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې وکړي. ایران و پاکستان از جمله همسایگان افغانستانند که همیشه بر مداخله در امورات داخلی افغانستان متهمند. به تازگی وزرای خارجه این دو کشور روی ایجاد حکومت همشمول در افغانستان گفتگو کردند، اما ناظرین به این باورند که این کشورها با بیان این اظهارات خواهان جابجایی افراد خود در حکومت به نام همشمول در افغانستانند. مقامات افغانستان و تاجیکستان روی قرارداد برق در انقره گفتگو می کنند. این هیئت بر رهبری سرپرست وزیر انرژی و با مقامات تاجیک روی تمدید قرارداد برق وارداتی سال روان صحبت می نمایند. صنعتکاران این قرارداد را مؤثر خوانده و اضافه می کنند که با امضای قرارداد جدید مشکل کمبود برق حل خواهد شد. قرار از هیئت افغانی که به ترکیه رفته با مقامات تاجیکستانی روی تمدید قرارداد برق وارداتی سال روان گفتگو کند. رئیس نشرات وزارت آب و برق میگوید هیئت به رهبری سرپرست وزیر وزارت یاد شده تا یک سفر به ترکیه رفته و در آنجا با مقامات تاجیک روی تمدید قرارداد برق وارداتی سال 2023 صحبت خواهند کرد. اسلامی امارت دوبو انرژی سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبدالعطیف منصور صاحب په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی هیئت د چې په ترکیب کې د افغانستان د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس محترم مولوی صاحب محمد حنیف حمزه هم وجود لري، تېره ورځ د ترکیې هیواد ته په رسمي سفر باندې ولاړ. دوی به په دې سفر کې په د تاجکستان هیواد د برېښنا مسؤلینو سره د افغانستان لپاره د تاجکستان وارداتی برېښنا قرارداد د 2023 کال تر پایه پورې د غځولو په هکله خبرې وکړي. هیئت افغان در حال با مقامات تاجک روی تمدید برق وارداتی دیدار می کند که با آغاز زمستان افغانستان با کمبود برق روبرو است.
اتحادیه صنعتکاران این دیدار را مؤثر خوانده و اضافه می کند که با این کار برخی از فابریکه هایی که فعالیت خود را به دلیل کمبود برق محدود کرده بودند دوباره از سر خواهند گرفت. برخنا د نشتون لمخه وخت نه وخت تولیدی فابریکه فعالیت نشکوله، نو کچیر ته برخنا شتون لري تولیدات مدیریږي، زوران ته د کار زمينه برابرېږي، دولت ته هم د ټیکس مالی لمخه ګټه رسیږي، نو د مسلینو سفر بهرنیو ملکونو ته یو ګټور ګام بلل کی. خواسته این است که حکومت علاوه از امضای قرارداد با کشورهای دیگر در داخل کشور روی ایجاد بندهای برق کار کند و افغانستان را از برق وارداتی نجات دهد. او ترڅنګ ګانش من نور داسې تولیدات زیاتره د برق تاړتیا لري، نو د دغه پر کولو لپاره به دا ډېر یو ښه ګام او ښه اقدام وي. او ترڅنګ افغانستان اوس مهال ډېر زیات تاړتیا لري برق ته، نو خپل افغانستان اوبوی چې دي شاوخوا د تخمین لحاظ نه شاوخوا د 6000 میګاواټه برق ظرفیت لري د افغانستان اوبو، نو افغانستان دولت کوشش وکړي چې مثلا له دغو خپل تولیداتو نه کوشش وکړي استفاده وکړي، مثلا خپله داخلي تولیدات د افغانستان سي دي د برق دینه کوشش وکړي چې کرا کرا مثلا له دې استفاده وکړي. سرپرست وزیر انرژي و آب به رهبری یک هیئت به ترکیه رفته و انتظار می رود که در کشور یاد شده با مقامات تاجکستانی روی تمدید قرارداد برق وارداتی صحبت کند. این در حالی است که سرپرست وزیر قبل از این سفر به ازبکستان رفته بود. به شمول کابل در 20 ولایت کشور بارندگی و برفباری تخمین زده شده است. اداره هواشناسی میگوید که تا پایان هفته روان در 20 ولایت کشور بارندگی و برفباری شدید رخ میدهد. کابل یکی از این ولایت هایی است که امروز در آن برفباری صورت گرفت. شمار از باشندگان کابل که از کاروبارهای کوچک نفقهشان را تامین میکنند نگران بارندگی ها اند و میگویند در هوای سرد نه به مواد خوراکی دسترسی دارند و نه هم قادر به گرم کردن خانه هایشان هستند. اداره هواشناسی در 26 ولایت کشور تخمین بارندگی و برفباری را نموده است که این بارندگی تا پایان هفته روان ادامه خواهد داشت. به گفته این اداره در مناطقی که برفباری و بارندگی تخمین زده شده در آن از 10 الی 40 سانتی متر برف خواهد بارید. و تاریخ ابدی جدید که تلهای هوای سرد از طرف غرب وارد کشور گردید که در مناطق گرم سیر باعث بارندگی و در مناطق سرسیر باعث ریزش برف شد. این بارندگی با طور پراکنده تا آخر هفته ادامه خواهد داشت که اکثر بارندگی در مناطق غربی، جنوب، جنوب غربی، شرقی، شمال شرقی و مناطق مرکزی به وقوع خواهد پیوست. در هفته های آینده احتمال بارندگی و برفباری نیز متصور است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی آمادگی برای خسارات در هنگام بارندگی ها را دارد و به گفته آن تا پایان امروز به سطح کشور هیچ رویداد خساره‌ای را ندارد. رهبری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تماس‌های جداگانه به تمام ریاست‌های مبارزه با حوادث هدایت لازم را در تسریع روند نجات گیرماندگان، رسیدگی عاجل برای متضرران ناشی از حوادث و آمادگی کامل برای حوادث احتمالی را سپرده است. قابل ذکر است وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با مؤسسات همکار برای متضرران احتمالی در فصل زمستان کمک‌های خوراکی، غیر خوراکی و نقدی را در سطح کشور تطبیق نموده و همچنان کمک‌های عاجل بشری را به منظور رسیدگی به حوادث احتمالی در فصل زمستان که راه‌های مواصلاتی مسدود می‌گردد انتقال داده است. یکی از تاثیرات بد بارندگی‌ها این است که کاروبار مردم با آن کاهش یافته و یا هم به نیست حساب می‌گردد. همزمان با برفباری نیازمندان در شهر کابل شکایت دارند که دسترسی آنان به مواد خوراکی و سوختی کم می‌گردد. او بس دغه لاره وته چې مزدوري وکړه نو مزدوري شته دی او نو خواري شته دی او نو مطلب واره وری کې د خاص درک نشته، مطلب د زغال نشته دی، د وړو نشته دی، مطلب دغه اولیت چې څو ماشین دی به دغه کور کې نه لري به دغه د خاطر او چې څو روپۍ پیدا کو ما خان خپل بچو له یو کب وړي وي. حالت مې بيخي خراب ده، دونه تنګ مې ولا کوم پرونم کور کې وړول به یو ځای کې مې کار وکړ 500 روپۍ مې وړا غستې دی دا او هغه مې کور ته وړي دی، نه بوره لرم، نه چای لرم، نه وډه لرم، نه غوړي هېڅ نه لرم. کاروباریان کارهای کوچک هم شاکی‌اند که در جریان برفباری روزمزدشان را از دست می‌دهند و حیرانند که چگونه احتیاجات روزمره‌شان را مرفوع سازند. مو خورا کاروبار ډېر زیات خراب دی، والله که دی 2 روپۍ درک لګیږي خلکو سره پیسې نشته دی. مخکې به خلکو سپیشل ټکسی نیوله، اوس والله چې 10 روپۍ خلک نه لري. څوک په سیکلو ځي، څوک په دغه ځي، مخ خپله مله صبۍ را وتلی یم.
سلور سو روپو میں گاز وسی زور پکڑ دے دو بانی یہ اور روپئے مزدوری میں نے دا کڑی زم واڑو بچی دا رما ہوئی بخاوری خوری کو سب خوری منگم آخر انسانان پر افغانستان کے منگ نور دیر سخت تنگ شوی ہو اللہ. این در حالی است که شماری از مردم به این بارندگی و برفباری ابراز امیدواری دارند و میگویند که خشکسالی در چند سال گذشته زندگی مردم را سخت متاثر کرده و ممکن بارندگی های اخیر خشکسالی را در کشور خاتمه دهد. اداره نور مستندرد هرات 25 تانکر مواد نفتی بی کیفیت را به ایران مسترد نموده است. مسئولین اداره میگویند که به هیچ کس اجازه وارد نمودن مواد بی کیفیت به کشور را نمیدهند. از سوی هم تعداد از تاجران که نمیخواند اسم آنان گرفته شود میگویند که این مواد نفتی به هرات داخل شده و پس مسترد نگردیده است. تجار صاحبان سمیده خواهشش دی چیز موش کم انالیزم لرو مطابق د نورم استاندارد افغانستان دغه تیل دروارد کی نوی چې مثلا په خلاف د استاندارد وو وکنه دغه تیل دروارد وی دغه دی بند کی دا د نه راوړي او کی راوړي جدي چلن ورسره کیږي تیل به کیفیت هم به محیط زیست نقص داره و هم به موتر و وسایل نقلیه مردم ضرر زیاد داره تیلای بی کیفیت که میه اینا اولا اینا به محیط زیست ضرر داره دیومن اینا به تنفس مردم. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس شما و همکارانم وقت بر شما خواهش. الان نگهدار.